بینندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. با گزارش دیگه ای از شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان هستیم، اما این بار گزارش ما خیلی شادیافرین نیست و ممکنه که بسیاری از ایرانیان و هنردوستان عزیز خارج از کشور و حتی دوستان عزیز ایرانی داخل کشور رو در ناراحتی و غم و اندوه فرو ببره. در مراسم یادبود و بزرگداشت زنده یاد جناب آقای لون هفتوان هستیم. امروز 18 ماه مارس و در سالن تئاتر ریجنت تئاتر با ما همراه باشید و گزارش های ما رو ببینید که تقدیم حضورتون میکنیم. در خدمت جناب آقای پارسای هستیم، مدیریت محترم شرکت پارسا ایمیگریشن و از برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت آقای لون هفتوان. جناب آقای پارسای، ممکنه بفرمایید ضمن سلام و ادب خدمت شما، ممکنه بفرمایید در مورد برنامه‌ای که برگزار می‌کنید و اینکه چطور شد به فکر برگزاری این مراسم بزرگداشت افتادید؟ بفرمایید. اول از همه از شما تشکر میکنم و تلویزیون AMG به خاطر اینکه پوشش خبری میدین این برنامه رو. واقعیتش اینه که وقتی که خبر مرگ لون برای ما اومد، که برای ما بسیار عزیز هستن، هم به عنوان یه هنرمند ایرانی و یک هنرمند کانادایی، ما انقدر شوکه شدیم که اولین اتفاقی که افتاد، من و آقای دکتر گنجوی با هم صحبت کردیم و گفتیم که هر طور شده ما باید یک مراسمی رو به یاد این عزیز برگزار بکنیم و حاصل همین شد که الان در خدمتون هستیم. در خدمت جناب آقای امیر گنجوی هستیم، مدیریت محترم مجموعه فنیکس که از برگزار کنندگان این مراسم در بزرگداشت آقای لون هفتوان هستند. آقای گنجوی خسته نباشید، ممکنه در مورد این برنامه برای ما بگید؟ ممنون، مرسی. بله، به هر حال لون هفتوان از مهمترین تقریبا هنرمندایی بودن که یکی از مهمترین هنرمندایی بودن که در اینجا زندگی میکردن و از برحال شناخته شده بودن و در اعتبار خیلی خوبی رو مخصوصا در این 5 سال اخیر کسب کرده بودن. هنرمندی بودن که بر کارهای زیادی رو برای کامیونیتی اینجا کرده بودن، ولی خب بعد از اینکه به اینا رفتن در داخل ایران هم خب خیلی بهتر شناخته شدن. من فکر میکنم این فقطان از دست دادنشون یک فقطان خیلی بزرگ هست برای جامعه هنری اینجا. برحال همواره یک ارتباط خوبی رو ایجاد میکردن بین کامیونیتی که در اینجا در تورنتو هستن، فیلمسازایی که در داخل ایران به سر میبرن. سال 67 ما رو بردن سربازی برن، این سال 66 سال آخر جنگ بود. این 50,000 تا دانشجو 1000 و خوردهش اقلیت مذهبی بود. اون 1000 و خورده دانشجوی اقلیت مذهبی تنها کسی که رشته غیر فنی یا پزشکی یا علمی میخوند من. از دوره دانشگاه هنرهای زیبا با لون بودیم و بعدم 21-22 سالم توی کانادا خیلی خیلی با هم نزدیک و کار میکردیم و تا اینکه لون برها بعد از سالیان برگشت ایران، فیلم لرزاننده چربی رو و با یه فاصله خیلی کم فیلم پرویز رو که من تهیه کنندش بودم با مجید برزگر و بازی درخشان لون کار کرد و تمام این سالها میتونم فقط بگم که لون دغدغش تئاتر و سینما بود. یعنی میشه گفت لحظه ای نبود که این عشقی که داشت به این هنر، بازیگری و کارگردانی، شعر و کتاب و اینجور چیزها زود رفت دیگه، زود رفت. آشنایی با لون تو همون تورنتو بود با فیلمم بادکنک سفید یا و بعدی آینه. اومده بودم اونجا که لون رو دیدم و بعدم 4-5 بار که اومدم برای فیلم های دیگه هم باز هم دیدمش و از همون موقع احساس کردم که شخصیت خیلی
خاصی داره در این برخلاف اون هیکل بزرگش، خیلی تو رابطهش، تو برخورداش، تو حرف زدنش خیلی مثل یه بچه هست، پاک و زلاله و خیلی راحت با آدم ارتباط برقرار میکنه. سلام، من محمد شیروانی، کارگردان لرزاننده چربی هستم، مقیم تهران. دیروز جاتون خالی مراسمی دوستانش در تهران گرفتن در سالن دیوار چهارم، که خب تئاترش رو اونجا کارگردانی کرده بود لوان، و همه خاطرات عمدتا شیرینی رو ازش شیر کردن، به اشتراک گذاشتن. ما به لوان هر وقت میگفتیم که خب یه کمی حالا مراقب خودت باش، وزن کم کن، معدت رو کوچیک کن، سیگار کمتر بکش، میگفت نگران من نباشید، من اگه مردم خیلی ناراحت نباشید، من حالشو بردم. در خدمت جناب آقای هومن شیرازی هستیم، جانشین تهیه کننده فیلم پاندول که در تورنتو کانادا تهیه می شده، و آقای لوان هفتوان در حقیقت آخرین کارهای هنریش رو در این مجموعه انجام می دادن. آقای شیرازی، ممنون میشیم اگه در مورد آخرین کارهای هنری آقای لوان هفتوان با ما صحبت کنید. اول عرض سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان برنامه‌تون. تشکر میکنم که وقت گذاشتید و تو این برنامه شرکت کردید. افتخار بود نصیب من که در پروژه پاندول در خدمت دوستان زیادی باشم، من جمله آقای لوان هفتوان. از اینجا تسلیت میگم به خانواده‌شون و تمام اهالی هنر در تورنتو. تو قسمت اول آدیشن بود به تب، تو انتخاب بازیگر این سعادت رو داشتم که باشون آشنا بشم و در کنارشون باشم. وقتی می دیدم که انتخاب بازیگر انجام میدم و با چه دقت نظر و با چه ورایتی دیدگاه بازیگر رو انتخاب میکنن و از نوت ور میدارن، از چیزایی که مصاحبه‌ای که انجام میشه و همه رو نوت بندی میکنن و دسته‌بندی میکنن و در فایل بازیگر قرار میدن. این خیلی برام جالب بود، اون حس انسان دوستانشون و اون علاقمندی به هنر و اینکه هیچ درخواست رو بی جواب نذاشتن هنوز با منه و من هنوز باور نمی کنم که از پیش من رفتن. و میتونم بگم یه ضربه عظیمی بود برای جامعه هنری ما این تورنتو، تو تورنتو، ولی یاد و خاطره و عملکردشون همیشه به عنوان یک نفر آدمی که تو این کامیونیتی داره زندگی میکنه هست. این چیزی بود که میتونستم براتون توضیح بدم. سلام، من مجید وزیگر هستم، کارگردان فیلم پرویز و چند فیلم دیگه. این شانس رو داشتم که با لوان کار بکنم در اون فیلم و فکر میکنم که دوست خیلی قدیمی لوان هستم. درسته چند سال بیشتر نمیذاره، ولی به نظر خودم خیلی دوستی قدیمی میاد، مثل عمر خود لوان که کوتاه بود، ولی وقتی نگاش میکنید این همه ماجرا و فراز و فرود و قصه به نظر میاد مالی کنم 50 ساله نیست. و حجم کاری که کرد، او به شیوه خیلی ها خیلی مایل نبود آنچنان دیده بشه، لااقل در طول بازیگریش به نظرم این اتفاق افتاده که خیلی مایل نبوده که دیده بشه، و به همین دلیل بود که به عنوان یک بازیگر تمام قد و حرفه‌ای خودش در اختیار کارگردان میگذاشت. او یک کالبد کامل و نرم بود برای کارگردان که اون روحی که میخواد رو درش بدمه، و به نظرم با این خودش در حقیقت کارگردان بود و عقاید و شرایط خودش و شکل زندگی خودش رو در بازیگری و کارگردانی و سینما داشت، اما خودش در اختیار میذاشت. این امتیاز بزرگی است برای یک بازیگر. حاشیه که داشته باشه بخواد کسی رو اذیت کنه، مزاحم کسی بشه، سنگ راه کسی بشه، سد راه کسی بشه، چنین چیزی توش نبود اصلا. لوان خودش بود و خودش و خصلت‌های خاص خودش. آدمی بود که میگن کسی که شکل هیچ کس نیست، مثل هیچ کس نیست، از اون مدل ها بود. لوان فکر میکنم یک اعتقاد دیگری هم داشت که معتقد بود بدن سالم رو نباید تحویل خاک داد.
میخواست چیزی بدهکار خاک نباشه. در نتیجه این بدن رو کاملا آسیب رسون بهش. خب هم سیگار میکشید و هم خیلی از خودش خوب پذیرایی میکرد و خب بدن هم سنگین شده بود و قلب هم یحتمل نمیکشید. ولی خب برای آدمی که عجله نداشت، خب عجله نداشت، خیلی نگران چیزی گویا نبود. حیف شد رفت. مطمئنم خیلی از بچه ها دلتنگ لبون میشن. او همینجاست در متن سینما و هنر زندگی. خوش به حالت لبون عزیز. خیلی دلنشین بود، به قدری بهترین خودش بود که نمیشد جز خودش با کسی چیزی مقایسهش کرد. هر بار هر وضعیتی را به موقعیتی نمایشی تبدیل میکرد. نگاهش به دور و برش شبیه مدارایی معترض بود. احوالش پر بود از درنگ، سوال، نقد، تعلیق و گاهی تهدید. لبون واقعا از استثناءات روزگار ما بود. با اینکه خیلی سختی کشیده بود و معمولا آدمای خیلی سختی کشیده برای سختا خیلی راحت تر میتونن دیگران رو اذیت کنن، لبون خیلی صبور و مهربون بود. شانس همکاری که باش داشتم صرف کوتاه برزخ بارسال نشون داد تمام تعریفایی که ازش میشه در حد تعریف نیست. با اینکه خیلی تجربهش بیشتر از من بود، سوادش بیشتر از من بود، چه تو بازیگری چه تو کارگردانی، هر چیزی ازش میخواستم سر فیلم برداری انجام میداد. هر نظری هم داشت بدون خودنمایی و ادا به هم میگفت، دخالت نمیکرد، کاری که خب خیلی از پیش کسفت ها میکنم. یادم صحنه باید میافتاد به زمین و سر بازیگر مقابلش فریاد میزد و هر بار که من کات میزدم برای بلند شدن دو نفر باید بهش کمک میکردن، ولی قوری نمیزد. هر بار بعد از هر کات بلند میشد و دوباره اجرا میکرد. همه با هم گفتن چقدر اذیتش میکنی، ولی خودش میگفت اگه لازمه دوباره میگیرم. ای والا تو سینه با جون مادرت بذار ما برم. میمون کارت دارم. دوره ننت فکر کردی ما چی کارم؟ عمرن تو ارتش بوده باشی، تو روانی چی کار داری با ما تو؟ خیلی از نقشا فقط مخصوص خود لبون بود، نه فقط به خاطر هیبتش، نه به خاطر لهجهش، نه به خاطر نوع بازیش، بلکه به خاطر رفتار و منشی که داشت پشت صحنه که واقعا این روزا کم پیدا میشه و آدم معتاد خودش میکرد. یعنی نفهم که چجوری من میتونم دوباره یه سناریو یه جا پیدا کنم یا بنویسم که بتونم دوباره با لبون کار بکنم. در خدمت خانم هلیا ایمانی هستیم که در آخرین نمایشی که توسط جناب آقای لبون هفتوان کارگردانی شده بود ایفای نقش داشتن. خانم ایمانی ممکنه بفرمایید راجع به آخرین کاری که با آقای هفتوان داشتید؟ من در سال 2013 در جشنواره دیاسپورا فیلم فستیوال برای اولین بار با آقای لبون آشنا شدم. 4 سال خواهش میکردم ازشون که بذارن توی هر کاری شده باشون همکاری بکنم و این سماجت من بالاخره باعث شد که برای بازی یالتا وقتی که آدیشن گرفتن منو انتخاب کردن و بالاخره یکی از آرزوهای بزرگ من به حقیقت پیوست و تونستم باشون همکار بشم. لبون فقط کارگردان من نبود توی این کار، یک نقش پدرانه‌ای داشت و خیلی به من کمک کرد که خودم رو پیدا بکنم، علایقم رو دنبال بکنم، همیشه تشویقم میکرد و فکر میکنم که لبون یک آغازی بود برای من که بتونم به آرزوام برسم، به اهدافم برسم و خیلی سخته که فکر کنیم، باور کنیم که دیگه نیست. اون لبون دیگه در بین ما نیست و ما هم با تمام حرفایی که برای آروم کردن هم دیگه میزنیم اما باید به نبودن اون عادت کنیم. پیش از این من عزیز دیگه ای رو هم از دست دادم که در تمام این سالها هیچ وقت جای خالیش دیگه قلب من پر نشده، اما فقط یاد گرفتم که چجور
با نبودن اون عادت کنم. الان هم لون، با نبودن لون باید بتونم با همین شکل عادت بکنم، اما هیچ وقت جای خالیش در قلب من پر نخواهد شد. هر موقع به اولین دیدارمون فکر میکنم یاد خنده‌های شیرینت میفتم و اون انرژی خوب و مثبتت، دیداری که مطمئن شدم که من با تو میتونم فیلم خودم رو بسازم. چند وقت پیش میخواستم همینجا توی خونه اکباتان باد یه قراری بذارم و برات برای اولین بار من یه قهوه‌ای درست کنم و بهت یه خبر خوش بدم، ولی متاسفانه دست نداد. خبر خوشم این بودش که کوپال قراره بعد از 2 سال از نیمه فروردین توی هنر تجربه اکرام بشه و الان که به این خبر فکر میکنم احساس میکنم که چقدر این اکران برای من و تمام بچه های فیلم کوپال سخت و غم‌انگیز هستش. نمیدونم، دوست داشتم یه بار دیگه ازت تشکر کنم، ازت عذرخواهی کنم بابت تمام روزای سختی که سر فیلم برداری داشتی، 2 ماه کار توی شهرستان با اون همه جزئیات، با پارتنر سگت و با شرایط فیزیکی تو که چقدر اذیت شدی. میبوسمت، با امید دیدارت. در خدمت جناب آقای کیارش سلیمیان هستیم، از طراحان صحنه بسیار خوب در حیطه تئاتر که با آقای لون هفتوان هم سالهای زیاد کار کردن و تجربیات زیادی رو با ایشون داشتن. از ایشون میخواییم که خاطری اگر دارن به عنوان یک دوست با لون هفتوان با ما در میون بگذارن. حقیقت اینه که خاطره از لون زیاده و انقدر خاطرات خوبی هست که بخواد گفته بشه و همیشه دوستان میگن و همه شهر میدونن، چیزی نیست که من بخوام دوباره تکرارش کنم. چیزی که راجب لون شاید کسی ندیده و نگفته و شاید مثلا به قول معروف خاطره نباشه، یه خصوصیت اخلاقیشه که من میخوام اشاره کنم، این که لون بسیار آدمی بود که تعلیق داشت، یعنی در فضا قوطه ور بود، متعلق به این دنیا نبود. هم تو زندگی شخصش اینطوری بود، هم تو تئاترش اینطوری بود. یعنی لون یه تعلیق توی کارش داشت، یه فضایی رو میدید، یه جایی داشت سیر میکرد که شاید ما خیلی بهش نرسیدیم. به خاطر همین همیشه خونسرد بود. همیشه من موقعی که باهاش کار میکردم، من بیشتر از اینکه لون کارگردان بود، من بیشتر هرس میخوردم. با این همه لون همیشه من آروم میکرد، میگفت بذار خودش جریان داشته باشه، بذار خودش قوطه ور باشه، خودش به یه جایی میرسه. و این بیشتر خصوصیت اخلاقیش تا بخوام یه خاطری ازش تعریف کنم، چون همیشه اینطوری بود و همیشه یک نواخت، دلش صاف بود و حرکت میکرد، مثل آب روون میرفت و یه چیزی بود که خیلی کمیابه، بین آدم‌ها کمتر پیدا میشه. وقتی که لون رفت، از پیش ما رفت، در از پیش ما رفت، یعنی شاید ما رفتیم، ما لون از دست دادیم، همش احساس میکردم که هنوز تو اون قوطه وری، تو هنوز تو اون تعلیق هست و داره همونطور زندگی میکنه که فکر میکرده. به نظر من زندگی حیات لون و زندگی بعد از حیاتش با هم هیچ تفاوتی نداره. مردن است که وحشتناک است و نه خود مرگ. برای کسانی که در یاد و خاطره ما جاودانه هستند، مردن معنایی ندارد. ولی لون هفتوان بیشک یکی از آن افراد بود. ممنون هستیم از اینکه با این گزارش و تا انتهای این گزارش با ما همراه بودید. شب خوش، خدا نگهدار.